آقایی که ما دعوت کردیم خودشو کاندیدای ریاست جمهوری کرده. از این قضیه اتاق اکسیژن برای خودش استفاده تبلیغاتی بکنه. دکترم فهمیده ناراحت شده، میگه به هیچ وجه این آقا رو راش ندین. حالا من نمیدونم چه خاکی تو سرم بیار زمین رو قورتش بدم یارو رو چیکارش کنم. بیدش میکنم تضمینی، بدون درد، بدون خونریزی. تهران آلوده ترین شهر ایران و یکی از آلوده ترین شهرهای دنیاست. خانم اشاره کنید راجع به آلودگی هوا دارین حرف میزنید، یه موقع برداشت دیگه ای ازش نشه. اگر بدونن یه جایی هست که میشه توش به راحتی نفس کشید و اکسیژن استنشاق کرد، حتما استقبال میکنن. آقا خیابونو چرا بستین؟ ببینم باز جایی دیگه کم آوردین افتادین به جون مردم. یکی از این مهمونا رو من نمیخوام دیده بشه. دیده نباید بشه، نه تو فیلم، نه تو عکس، نه تو مصاحبه. گرفتی شو؟ یه دفعه بگو میخواییم بکنینش زیر ماشین دیگه. حالا واسه چی نباید باشه؟ تو شلوغش کن، من یه تیزی میزنم تو پهلوش تا بیام بفهمم من چی تو پیچم رونم. بابا جون نمیخواییم بکشیم ناکارش کنیم که، فقط میخواییم تو مراسم دیده نشه. قالت کردم. چه خبره؟ هزاران تشریف آوردن. آی ایوب قربان بشونه. همون ریشمون پروفسوریه که عینک زده. بلای سرش نگیدا. بابا کارمونو بلدیم. اسمش قزنفر صادقی فره. خب تو بر استقبال، تو بر شلوغش چه استقبال؟ مونس خان. مونس خان بریم استقبال. قبلی کنم. گوتشلوار ببین. گوتشلوار ببین جون میده واسه آشورش. کلام جون سعید بی خیال شو. ببین چه جوری تحویلشون میگیرن، درست مثل اینکه جورج باش و رامزفیلد اومدن. آقای جعبری عزیزم تقاضا میکنم شما مواظب به اینجا تو دستگاه باشی، من الان برمیگردم. کجا؟ افتتاحیه است، برم یه سری بزنم و بیا. تو دیگه چرا هول شدی؟ ها مگه اینا کیان؟ اینا یکیشون مال آلودگی هواست، یکیشون مال محیط زیسته، یکیشون شهرداری. آخه اینا عددین. بابا جان تو که آدم تحصیل کرده ای هستی، چرا این بادمجون درقابچینا افتادی دوره برای اینا؟ بابا جان اینا دو ماه دیگه رفتنی هن، اون وقت بابت این عکس ها باید بری سوال و جواب پس بدی به ازا جونا. آقای جواری من نوکرتم، ولم کن بزه برم و این شهر داری چیه صحبت کنم، بلکه ایشالله زودتر جوازم رو بگیرم راحت شم. دو ماه دیگه چیه حالا گیر داری به دو ماه؟ خلایق هرچی لایق، واسه یه جواز باید بری دست اینا رو ماچ کنی. ببین بهزاد فردا نیایی بگی جباری یه کاری واسه من بکنی، اون موقع دیگه کاری از دست من بر نمیاد. برو. نمیگم جباری، مواظب تو کنه دخل من باشی، من الان برمیگردم. الو بفرم. سلام گلچهره، توی بابا خوبه، ماما خوبه، حامد کوچولی چطوره؟ قربونت برم فدات شم، حالت خوبه؟ فدات شم. آی بخدا دلم برد یه ذره شده، یه ذره. آها بابا نگفت من بهت زنگ زدم. رضا جون یه کاسه آش واسه ما بکش که من میخوام ببرم سریع. سی جون خودت بکش که من گرفتارم، حواسم به تلفن، خودت بکش. بابا خیلی داغه، میمیره بنده خدا. بابا از اول با من بد بوده ولی من خسته شدم. آقا ببخشید شما اون آشو نمیخوری؟ آره. ببینم مگه من عملم که این موقع روز آش بخورم؟ نخیر. ایشون هم خانم تفکر هستن، همسایه بنده.
بله. خیلی برای مراسم زحمت کشتن انصافا. بله بله معلومه، دستشون درد نکنه. خواهش میکنم، انشالله برای افتتاحیه مغازه خودمون ما از خجالتتون در میاد. اینجا مغازه ماست. البته یه مشکل خیلی جزئی برای جواز داره، خیلی مشکل کوچیکیه که اگر دوستان در شهرداری منطقه عنایت کنن یه امضا کنن دیگه ممنون میشه. بله بله. شما که گفتین هنوز افتتاح نشده. هنوز افتتاح نشده. کی به شما اجازه داد همجور سر خود بری آش بکشی بیاری؟ آقا بهزاد فرمودن که بیارم خدمتتون ببینیم جا افتاده یا نه. لازم نکرده برگردونی سر جاش. حالا دیگه آوردن دیگه خانم. بگذارید بابام جان آششه تو عکس میشه زشت میشه. حالا یه دونه یک کاسه. آقا میخواد صحبت ایشون فیلم بگیریم. ایشون میخواد صحبت کنه. ایشون دوستان رو بزنیم زمین، اینا افتتاح کنیم. ما کار داریم، باید بریم به کارامون برسیم. مشکلی پیش اومده؟ نه همین دنبال سلاخ سلاخ نیستن، زنگ زدن با گوشی همراهشون گفتن آشرشته های لیلا خانم سرو بشه من تو راه. نه بزین اول ما عکسامو رو بندازیم. الان نور میره. آره خیلی خوبه، بگیریم ببخشید بفرمایید عکس بندازید. عکساتون رو برای کجا میخواستید؟ با اجازه شما باشگاه خبرنگاران جوان. البته یه گزارش هم برای مجله جوان جامعه. بله خیلی هم خوبه، بفرمایید. خیلی خوب. دوست عزیز شما یه مقدار این طرف ده. بله ممنون. خوبه شما یه سره برید عقب‌تر. یه مقدار عقب‌تر. نه خوبه خیلی رفتن عقب. شما یه سره خیلی خوب بگیرید. درسته. 3-2-1 بگین حاضر شن همه سر جاهاشون. بله چه عکسی. 3-2-1 عکس عکس گرفته شد. تبریک میگم عالی شد. خیلی خوب. چرا تکون خورد؟ تکون نخورد. یه دونه دیگه بده. بس تکون نخورد تو عکس. یکی دیگه بگیرم. بله. 2-1 عالی شد. عکس تبریک عکسم خوب شد. بله عالی. آششتم صرف نظر میکنید یا میکنید؟ آقای مهندس کجان؟ مهندس کیان؟ آقای مهندس بهزاد تفکر برادر من هستش. مهندس پای پاتیل نه تو کله پزی. قانم شوخی نکن. دارم با تلفن حرف میزنم. بله تمام شد. با شرکت دارم صحبت. بله چند تا با جلوی در بگیریم. البته فقط اونایی که سمتی دارن باید بله. فقط. شما سایه افتاده میگن تو صورتتون بین اون بر میشه گوسفند. بالاخره چی شد آقا؟ این سلاختون کجاست که این گوسفند رو سر بچی ببره؟ آقا کجاست خانم این سلاخ؟ سلاخ میاد. سلاخ میاد. الان پیداش میشه. گفتم که اگه شما هستین اون سینی هم بگیرید دستتون که توش قیچیه. چیه؟ سینی. بفرمایید. به افتخار سینی. بله. 3-2-1 این خوب شد. این با سینی بود خوب شد. بله. دوباره حرکت کردید. کجاست این سلاخ شما که زودتر سر این گوسفند رو ببرید؟ میان. همینجاست. غلام سلاخ کجاست؟ میان الان میاد. چه آدم بی‌مسئولیتیه. میخواین همین جوری اینجا رو افتتاح کنین؟ نه مادر من شکون نداره. برکت از سر سفرتون میره ها. حتما باید خون بکنم. یعنی هیچ کدوم از آقایون نمیتونن سر این گوسفند رو ببرن؟ نه ما باور بفرون اگه این دوربین نبود و پخش زنده نبود خودم آستین بالا میزدم این حیوان زون بسته. به افتخارشون. به افتخارشون. مرد کارم. حالا نمیشه از خیرش بگذرین هیچ کدوم. نه. گوسفند باید حتما. باید حتما سرش بریده بشه. باید. خب بپر سر جان چاقو به دستن دوست من سر گوسفند میمونه. حالا جان تو چه میدونی من غلاف کردم. آره. من میخوام حالا چیکار کنم؟ کاردی چیزی واسه من پیدا کنم. مدتی غلاف کردن من تو الان چاقو رو کار یه چاقو اگه باشه گوسفند اجازه بدید. اجازه بدید. اجازه بدید. جانم اجازه بدید. اجازه بدید. من قبلا سوداده یه سلاخی هم داشتم. بله بفرما. آجا دست خوش. دمت گرم. خب حالا ما کی رو باید بزنی؟ گوسفند رو. گوسفند من بخواب بزنی. بله به 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 سلامتی. به سلامتی. کمک یکی بیاد به داد من برسه. مرده الهی که من ببینم برای شلوار غرقه بخوره. آقای قصاب چی کار کردی؟ چه کاری بود آقا؟ مهندسه؟ ببخشید. بابا جانم بله آقا تقصیر من نبود. تقصیر کی بود پس؟ من گفتم جدول اون گوسفنده رو حل کردم یه ها ایوونی جفتک انداخت و حالا تو بلد نیستی دیگه. چی رو مهندس؟ من که مهندس نیستم. دکتر خود شما تقصیری نداری ها. بله خودت گفتین که از این کارا بلد نیستی. بلد نیستی. گوسفند نمی‌کشم. اشکال تقصیر
از گوسفندان. چرا از گوسفندان؟ اشکال اساسی میدونین چیه؟ اشکال اساسی اخلاقی و اجتماعی مملکتی که ما میاریم اشخاصی رو سر کار میذاریم که اصلا تخصص این کار رو نداره. کارشون چیز دیگه هست. بله، اونه با اصرار هست. مثل دستشوی کجا؟ دستشوی ما اونجاست. بله. همه چیز سر جای خودشه. بله. فرق میکنه. بله. قضیه دستشوی بله. ما فرق. بله. شما خوشت میاد بله. ازش. چشم. خواستی بمون. بفرمایید. بفرمایید. مواظب کیفم باشه. حتما. حتما. مسخره من چی به تو گفتم خونه اون بیچاره به زور شلوار این بدبخت بهت گفتم نقشه قبل کنسل شو چیکار میکنی تو جون غلام مقصر من نبودم سوتی. اتفاقی بود سوتی داری. گوش کن من چی میگم اصلا قسمت نبوده این یارو کت شلوار نوتنش باشه جون غلام جنب سامون جنازه افتاده اون تو جنازه ببینید اصلا من نکشتم این دستامه اصلا من نکشتم شما خودتون دیدید نه بگیرین او خواهش میکنم شما پیشکسوتین بفرمایید افتخار فرمودم متشکرم خواهش میکنم مبارکه بفرمایید خواهش میکنم خیلی خوش آمدید بفرمایید خواهش میکنم خیلی خوش آمدید اینجا اتاق اکسیژنه همینه؟ خب بله دیگه اتاق اکسیژن همینه؟ بله کوچیکه نخه اتفاقا خیلی هم بزرگه فقط من فکر میکردم یه جاییه که میخوابن ماکس میذارن تو دهناشون تو فیلم هم نشون میدن اون ماسک اکسیژن قربان تو فیلم متوجه نشدی؟ بله من فکر کردم چند تا تخت بود اینجا باشه که دور تا دورش هم نایلون کشیدن نه اون که اصلا چادر اکسیژنه یه مقاله دیگه است اینجا اتاق اکسیژنه قربان شما حالا هر ایرادی که به نظر محترمتون میرسه بفرمایید ما هم اجرا میکنیم هنوز راه نیفتاده چه ایرادی مونس خانم اینجا دقیقاً عین نمونه فرنگیش طراحی شده شما ملاحظه بفرمایید اونجا دو تا دریچه بزرگ داریم که اکسیژن از اونجا پمپ میشه داخل اتاق مردم هم که تشریف میارن میشینن روی صندلی‌ها و تنفس میکنن و لذت میبرن نگیر آقا، چی داری میگیری؟ چرا نگیره؟ برای چی نمیذاریم وظیفه اطلاع رسانیشو انجام بده؟ خانم شما چی رو میخوام پخش کنید؟ اینجا بیشتر شبیه اتاق انتظار مطب دکتراست ما فکر کردیم یه تکنولوژی پیشرفته به کار رفته که بادیم اینجا اگه میدونستیم که همینه، عمرن اگه پاونو میذاشتیم اینجا بله نه شما چند لحظه تشریف داشته باشین صبر بکنین من الان اکسیژن رو که وصل بکنم شما تنفس بکنین و لذتشو ببرین متوجه میشین که چه نعمتیه این اتاق اکسیژن خواهش میکنم اجازه بدین فیلم بگیرین لطفا میگه فیلم بگیرن آقا از چی بگیرن اکسیژن که دیده نمیشه ایشون فیلم بگیرن بله خب اصولا آقایون جاهایی که فقط به چشم بیاد افتتاح میکنن مثل صد و پالایشگاه و اینجور جاها خانم شما دارین مرتب گوشه کنایه میزنین اگر بهتون چیزی نمیگم فقط به حرمت حرفه خبرنگاری خواهش میکنم حالا تشریف داشته باشید بفرمایید بله خواهش میکنم استراحت کنید بشین ما یه پژوهش مختصری از ازتون خواهش میکنم خیلی خوش اومدید بفرمایید میگم خانم آقایون همچنین زیادم بدک نیست منطقه اگه دیگه خیلی نرمتر از اینم بود مردم میمدم اینجا تلب میشدن و خلاص از کار زندگی میفتادن بله نه خوبه مرد حسابی کی به تو گفته بیای بری تو این دستشوی ها؟ مستانم میدونی چقدر دنبالت گشتیم؟ آخرش هم افتاد گردن من زدم لباسای اون بند خدا رو خون خالی کردم من چه تأثیری دارم که در دستشوی شما داخل باز نمیشد حالا اون تفلکی میگم زمون بسته اون در چاله بیرون لالا کرده برو بیرون راستوریستش کن خب مهمونام دارن میرن یکی یه تیکه بهشون بده بردارم ببرم باش. برو قربونتم ببین دل و جیگرشو یادت باشه برداری بیاری اینجا جدولشو حل کنیم ها یادت نره باشه عزیزم همچین آش دهنسوزی نیست که شوهر شدم میذارم برای خودت برو حالا برش دار بفرمایید جناب دکتر بفرمایید روی این خواهش. راحتی راحت بشین به 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 چه تیپی خوشم اومد چی بود بابا اون لباس دامادی
راستی جدی میگی یا لباس کت و شلوار دامادین بودا؟ آقا لطفا یه لیوان آب بدیم به من. چشم چشم شادوما چشم اومدم. اینم آب. آب بله. اینم قرص. قرص بفهم بزن تو رک شروع کن تو رک شجا میکنه شما آدمی که میخواد رئیس جمهور باشه نباید که بترسه باید دل و جگرکس داشته باشه بل. از کجا فهمیدی بنده میخوام رئیس جمهور کشم چی میگی ببین ما از طرفدار شما ما در جریان ما رو دست کم گرفتیم شما چشم امید مایی آقا آها چشم امید بله آها لطف داری تشکر میکنم خیلی ممنون پس پاشم تا دیر نشده با خبرنگار مصاحبه بکنم چی کار میخوای بکنی بچه شدی نه این کارو نکن این کارو نکن چیه مگه لباسام عیب و ایرادی داره نه لباساتو که لباسای من خوبه نه افته برای شخصیتی مثل شما افته با این بله. جوجه خبرنگار رو مصاحبه کنی بله. شما اصلا نباید اتاق اکسیژن افتتاح کنی شما باید سه تا پالایشگاه رو با هم افتتاح کنی کاملا درست میدونی چیه داشت بلا این از خاکی بودنشه درسته ولی بعضی وقتا آدم باید نشون بده که کتنه کیه باز با کلاس جلوه بکنه برای قربونت برده افتادگی متوازن اینا جناب من در جمع اینا شما رو آوردن اینجا که زایه کنن من زایتون کنم آها پس بگو برای چی منو از اونجا کشوندن اینجا اصرار با اصرار اونم آخه میدونید من اصلا کاری نیستم یعنی کاری نیستم یعنی چی؟ عرض میکنم خدمتتون بفهمید میدونید یه روز داره خب. با رئیس خودم خب. حرف و بگو مگوم شد منم خر شدم و استعفا دادم درست خب. فکر نمی کردم قبول بکنه اما قبول کرد نامرد بوده نامرد بوده. بوده وقتی هم بوده. که خانم داستانو فهمید گیر به من داد که جریان چیه استعفا چرا دادی منم همینجوری علکی برای که ردش بکنم سنبلش بکنم گفتم برای اینکه میخواستم کاندیدا بشم آخه میدونی برای کاندیدا شدن قبل از اینکه شغل درستتو استعفا بدی نمیشه کاندیدا شد بله خب بعد چی شد؟ بعد هیچی زنه در عرض دو ساعت تمام فک و فامیلا و دوست و آشناها و در و همسایه رو جمع کرد و خبر کرد اون وقت منم در مقابل خبر انجام شده قرار گرفتم عجب بله رفتم ثبت نام کردم حالا خدا رو چه دیدی؟ شاید زد و برنده شدی و اسمت هم در اومد خفه بابا خفه مگه بانک علکی علکی انتخاب بشه باید دوتا بهش رأی بدن چه اتاده به این رأی بدن؟ آره دیگه به این؟ من با توجه به اینکه ثبت نام کردم خب. تمام مشکلات رو با تلاش های جدی خودم حل میکنم مخصوصا میکنی. با توجه به اینکه شما همه تون به من امیدوار هستید ما پشتتیم انرژی میدید منم امیدواریم به شماست و در واقع سایر مردم هم چشم امیدشون به من ممکنه باشه هست آقا جان هست. من یک برنامه دارم من یک طرح مشکل دارم من یک فکر برای حل مشکل دارم من میخوام از نسل جوان استفاده بکنم برای حل مشکلات بیدادی به این خورد ترکی جوان پرنش چسبیده بالا یه خونکی بهش بده بخوره این حل میکنه ببین داره حل میکنه ول کنم گوشیو سه ساعته داری شماره میگیری آخه تو چقدر حرف میزنی همش این رو صحبت کردیم باباش رسی قد کرد هرچی همه گرمش قاله کشتی ما رو با این نامزدت بیا این آشا رو بکش بردارم ببرم نامزد که نیستیم ناسلامتی عقدش کردم زنمه اگه زنته پس چرا نمیذارن باهات حرف بزنه اگه زنته پس چرا نمیذارن با هم زندگی کنی الهی داغش ببینم اون باباشو نمیذاره با من بده نمیدونم باش چه بکنم حالا چند نفرم
با خودمون 8 نفر. ببخشید آقای جباری، شما اگه غذاتون رو میل کردین میخواین تشریف ببریم، ما میخواییم اینجا رو ببندیم. بله خیلی بهزا جان 9 تاش کن، منم میام، دوست دارم اونجا رو از نزدیک ببینم. بله چیزه، هنوز اون آقایون اونجا تشریف دارن، فکر کنم اذیت میشین، میخواین نیاین. خب والا اذیت چه میشم خانم، اذیت نیم، اما یه چیزی تو روزنامه خوندم، گوش کردین که باید بیام من اونجا رو ببینم حتما. بله مطلبش چیه؟ داغش هم واسه من نریزی ها. مطلبش چی هست؟ راجب اتاق اکسیژن چیزی نوشته؟ نه راجب تأسیسات اتمی ایرانه. میگم آقا جبایی چه ربطی داره اینا؟ ده همین دیگه خانوم، شما مو میبینی من پیچش مو خانوم، این اکسیژن یه اسمیه، یه سرپوشه برای تأسیسات اتمی، و اینا دلشون خانم برای من و شما و این مردم نسوخته که حرفا میزنن. و تأسیسات اتمی کدومه؟ چی میگه آقای جعفری؟ یه اتاق بزرگه، دو تا داره صندلی، سه تا داره چه داره که اکسیژن میدمه تو همه. حالا اصلا میگم آقا اکسیژن، خب ببینم شما به چشم خودتون این اکسیژن رو اصلا دیدین که داری این حرف رو میزنی؟ اگه اکسیژن نیست پس چیه؟ من دیروز خانوم توی تاکسی بودم، شنیدم که اینها یه گازی اختراع کردن یا اینکه وارد کردن که آدم رو بعد از تنفس مطی میکنه خانوم، میره رای میده، یعنی موتی میشه میره رای میده. من اینو دیروز شنیدم. بله آخه این حرفا چیه آقای جباری؟ مگه گازی هم وجود داره که بتونه آدم رو مجبور کنه رای بدن آخه؟ ده خب خانوم همین دیگه این آدم رو موتی میکنه. 20 سال پیشم اسرائیلی ها میگفتن اینو ساختن و وارد کردن. آدم خانم جون تنفس میکنه، موتی میکنه، آدم آروم میکنه، هر کاری بهش میگن انجام میده، میره رای میده. اینه دیگه خانم. پس آخه جباری من تصدقه یه عقیده کوچیکی دارم، پس اگه اینطوریه شما نه، من یه خود همچین مشکوکم که یه وقتی به خدا نکرده که یه مهره توشن از نامدون بخوره. راست میگه نه شما. والا بعد نمیگین ها، راست میگین من نیام خیلی بهتره. من رفتم، خداحافظ. خیلی خوش اومدین، سلام برسونیم به بچه ها. به خیر گذشت. راحت شد، دلم براش میسوزه، بی خود و بی جهت خودشو از اکسیژن محروم میکنه. حالا آشو بعد ببر تو. الان میبرم. آماده کردم، یه دوتا کاس دیگه هم میخوام. ببین آقا فرشاد، صحبت هایی که من با شما میکنم به دو دلیله. یک، به خاطر تجربه مدیریتی که خودم دارم. دو، من با دایی شما سالهای سال دوست و همکار هستم. ببینید این ملت ما عقلشون به چشمشونه، تا چیزی رو با چشمان خودشون نبینم باور نمیکنه. خب شما الان میگید من چیکار بکنم؟ اکسیژن که نه رنگ داره نه بو، چجوری نشونش بدم؟ نمیشه یه جوری به حالت بخار یه رنگی چیزی بهش بزنی که از این دریچه ها که میاد بالا دیده بشه؟ خب نمیدونم والا، خودم هم اطلاع ندارم، باید سوال کنم، ولی در هر صورت قطعا دیگه اون موقع اکسیژن خالص نیست. بله، حالا این مخزن اکسیژنتون کجاست؟ پشت دیوار، لوله‌هاش هم تو کاره. بله، حداقل یه کپسول اکسیژن میذاشین جلوی دید مردم که بشه شیرش واز و بسته کرد، درجهش کم و زیاد کرد، خودش خیلی کمکه ها. بله اومدی؟ خیلی خوش اومدی. شما نه حد کشیدی. بله دیگه قابل شما نه. آقای مهندس بفرمی آش میل کنی. خیلی ممنون. یکی های بر بردنم که بالا هست. خیلی ممنون، دست شما درد نکنی. خیلی خوش اومده. سیگار هم داره آقا. همه چی داره. نانا داخ، سیر داخ. مولی شد اینا. انشالله برای بهدن خواهی. مونس خانم. از رنگ روش که مرد. از این آشه میل کنی. دست شما. نشید. شما درد نکن. بله. ببینی خانم. شما خودتون شاهد هستین که ما یکی از دوایر مبارزه با آلودگی هوا رو که اتفاقا برخلاف خیلی چیزایی که هزینه زاست این یکی درآمدزاست. بله ببخشید. واگذار کردیم به بخش خصوصی
یعنی اصلا سیاست ما کم کردن تصدی دولته. مگه جاهایی که هزینه داره و بخش خصوصی هم هیچ رغبتی نشون نمیده؟ بله. پس این همه خودرویی که هر روز وارد بازار میشه و اکثرشون هم غیر استانداردن و از همه مهمتر هوا رو آلوده میکنن، پولش به دولت نمیرسه؟ من فکر میکنم کل درآمد همچین جایی در ماه کمتر از نصف سود فروشه دستگاه پیکان باشه. بله، البته اونم فلسفه خاص خودش داره که من بعداً برای شما توضیح میدم. فعلا آشتون رو بخورین که حیف سرد میشه و دهن میفته. بله، دستتون درد نکنه. هرس نخورین، من مطمئنم کار اینجا رونق میگیره، عالی میشه، هرس نخورین. بفرمایید، بفرمایید. آخه همچین یارو تو دل من خالی کرد. کی؟ همین که اومده بود اینجا رو افتتاح کنه. گفت همینی منو میگی دلم پر رفت با این گفتم باید چجوری باشه. حالا به نظر شما چیکار کنیم اینجا یه بو بلنگی بگیره؟ شما دلتون شور نزنه، خوشگلش میکنیم، تابلو میزنیم، ساعت میزنیم، گلدو میزنیم، بزکش میکنیم، ناراحت نشه. یه چیز دیگه میگم، اگه در لیلی 100 تومن بذاریم قیمتو که 10 دقیقه بشه 1000 تومن زیاده. مناسبه. دست گدا بدی یا نمیگیره، برو دوتا سامس. مناسبه. اصلا من فکر میکنم قیمتش مهم نیست، مردم فقط کافی بفهمن که این برای سلامتیشون خوبه، دیگه پول دکتر دوا نباید بدن. اگه اینو بفهمن میان، اصلا مهم نیست. بعدم این که همه چی چیز میشه، مهم اینه که برای اینجا آگهی تبلیغ. حله. ببین جان، میگم شما یه کاسه سیرابی رو چند میفروشی؟ اگه آبش پر کم ملات باشه 500 تومن، اگه پر ملات باشه 750 تومن. آها، پس 1000 تومن ما زیاد نیست. نه خوبه مناسبه. یه شعار انتخابی مشتی هم برای من به وجود بیاره. شعار میخوام تخصص منه. من ببین که شعار پسند نسل جوان بشه. جوانا میگه خوششون بیاد، جوان ازشون خوشش بیاد. کشکی هم نباشه، شعار کشکی نباشه. شما اسمتون چیه؟ آره، اسم بنده غضنفر صادقی فر. غضنفر. اجازه بدید باید فکر کنه. بدون فکر کنن. غضنفر سلطان قلب ها. سلطان قلب ها خوبه؟ سلطان قلب ها مال فیلم های فارسی. آره، فیلم آغوشیه. خوشش نمیاد. یه چیز دیگه. ولش کن. یه چیزی دیگه بگو. غضنفر. اصلا غضنفر. غضنفر آرزوی جوانان. خوبه؟ آرزو. ضبط رو زیاد کن. به ضبط رو زیاد کن. خوبه، دوتا غضنفر خوبه؟ ریتمش زیاد بشه. من داره یه چیزه یادم میاد. پیش ما نریا. امشب اینجا با سوال کنیم. خالد یه ذره نامیزونه؟ جانب لباس هم آخوه. خونمونه بیشترش کن. جانب چی داره یادت میاد؟ آرزو. خوب بودی؟ غضنفر کمش کن. کمش کن، او صاحب مجره، کمش کن، مامورا مگه نمش نبید؟ بدید با دشتن بسار نمیدونم، ریختن توی پیاده رو با این سلخ درگیر شدن، فر شدن، وای کشو که لابیزه. خب خول نکن، بپر، سید بپر دکشون کن. اوجا من با اون سابقه درخشان بپر گیر کنم، جدولم حله. لام اصلا من رفتم به خونه یه جمشید نبرم تو اون کوچه، تو هم بای نسا، خدا حافظ. جا میزن، نامر حالت تو نیدن؟ نه، خرد و خرد بود، کسی که حواسش به من نبود. صدا بیمه بالا رفت، من علاشی شما خواسته من میاد. بایی من برم پاید، من برم بیرون. نه، اینجوری بدتر اینجا تابلو میشه. خب بگو من چی کار کنم؟ چی میخوای بگی تو؟ بگو دیگه. من میرم آرومشون بکنم. تو آروم بله. چه کار میخوای بکنی؟ همکاراتون اونجا تحویل نگرفتن، تو با این چی نیناشناشید میخوای چه بکنی؟ با همین نیناشناش میرم آرومشون میکنم. آقا جان، کسی که میخواد به جاهای بالاتر صعود بکنه باید خودشو در این مسائل بحرانی نشون بده. آره، برو تو بحران، درو باز، برو تو بحران، برو تو بحران. نفسامو بشمرو، خوابمو اندازه بگیر، واسه زنده موندنم بهونه تازه بگیر.
دستامو بشمرو خوابمو اندازه بگی واسه زنده موندنم بهونه تازه بگی نه هوای عاشقی که بشکفم به اسم تو نه جنون ساده ای که بشکنم تلسم تو نفسم در نمیاد ماهو از آسمون بکر بذاریم روزن راهیشه یه نفس نسیم دریای شما منم و هنجره و حسرت فریاد مهار من و تا ساحل چشمای ترن وصل کن دستات و پلی واسه خلوت این فاصله نفسم در نمیاد ماهو از آسمون بکن بذاریم روزن راهیشه واسه عبور من نفسم در نمیاد